دوستان عزیز، در خدمت شما قرار داریم با معرفی قسمت‌های باقی مانده ارگ هرات یا همان قلعه تاریخی اختیاردین. در برنامه قبلی دقیقاً از هشتی ورودی حرمسرا با شما آغاز کردیم و قسمت‌هایی از زندان قلعه و همچنین جایی که بود و باش استف حاکمان هرات بود با هم دیگر دیدیم. در این برنامه میپردازیم به قسمتی از حرمسرا، جایی که حاکمان هرات در اونجا زندگی میکردن همراه با فامیل خود، و دقیقا از مسیر گام برمیداریم که حاکمان هرات در طول دوران تاریخ از این مسیر گام برداشتن. رد پای حاکمان هرات رو میگیریم تا به شما نشان بدیم که روز روزگار در ارگ هرات چه شخصیت های زندگی میکردن و از او زمانهای قدیم تا به امروز چه آثاری باقی مانده. امیدوارم تا آخر این قسمت از معرفی ارگ هرات ما را همراهی کنید. و مرتفع ترین سن ارگ هرات رسیدیم، جایی که به نام حرمسرا یاد میشه. دقیقا در تاریخ وقتی که ورق میزنیم در رابطه به ارگ هرات روایت های گوناگونی درج شده. تخریبات و حاکمانی که در اینجا سکونت میکردن روایت های مختلفی آمده. آنچه که از خود مستندات ارگ هرات به دست آمده اینه که در داخل همی سن قلعه یا حرمسرای ارگ هرات در اینجا دقیقا در سالهای 2006 انستیتوت باستانشناسی حفریات انجام داد، جایی که می استادیم در داخل خود از این سن حرمسرا سه سکشن حفر شد و دقیقا تاریخ هرات و تاریخ ارگ هرات رو مشخص کردن. از بیرون وقتی که میبینین که ارگ هرات در یک تپه که با 11 متر و 70 سانت ارتفاع داره ساخته شده و دانشمندا و مورخین به این عقیده بودند که آیا در زمانهای قدیم هم ارگ هرات بالای همین تپه خاکی مار شده بود یا این تپه بوده که به مرور زمان قلعه ویران میشه، بالای ویرانی های از او دوباره قلعه مار میکنند. به این اساس کاوش های باستانشناسی در داخل از این سن انجام شد و دقیقا از قرن 19 میلادی تا به سال 300 قبل از میلاد، یعنی 2300 سال قبل از میلاد، آثار و علائم تاریخی به دست آمد که امروز در موزیم هرات نگهداری میشه و عموم و مردم میتونن ببینن. سرپیکانی که از عمق 11 متری صحن حرمسرای قلعه تاریخی اختیاردین به دست آمد و این مستندی بود از ای که در 300 قبل از میلاد، یعنی 2300 سال پیش از امروز، هم در داخل از این ارگ مردمان بود و باش میکردن و اسکندر مقدونی زمانی که عزم تسخیر ارگ هرات میکنه در اینجا با مقاومت مردم مواجه میشه. در طول دوران تاریخ این ارگ ویران میشه، بالای ویرانی ها دوباره قلعه مار میکنن و این باعث میشه که امروز 11 متر و 70 سانت بلندتر از صحن خود اصلی زمین قلعه مار باشه. در سالهای 1332 قلعه توسط قماندان به نام حیات الله خان فرقمش تخریب میشه و تخریب از او هم طوری بوده که از داخل خود حرمسرا شروع میکنن، یعنی دقیقا کلینگر تخریب ارگ هرات را از داخل حرمسرا شروع میکنند و تا این قسمت هایی که شما در تصویر هم میبینین دور تا دور حرمسرا مشخصا وجود داره، تا این قسمت ها ارگ هرات را قصدن تخریب میکنند، تا این که در سالهای 1340 مردمان هرات فرهنگی ها میرن به کابل و دادخواهی میکنند که ارگ هرات را ویران نکنین، تا این که سازمان علمی فرهنگی یونسکو اقدام میکنه به مرمت و بازسازی ای ارگ، تا سال 7357 کار ترمیمات ارگ ادامه داره. دقیقا ارگ هرات را از بیرون ترمیم میکنن و ویرانه های داخل ارگ باقی میمانه، تا ای که در سال 1386 بنیاد کلتوری آقا خان و وزارت اطلاعات فرهنگ با حمایت مالی سفارت آمریکا اقدام میکنن به بازسازی ارگ و ارگ و حرمسرا دوباره
امار مجدد میکنند. از بناهای از قسمت‌های قدیمی و ارک باقی مانده از حرمسرا که دقیقاً بخش قدیمی حرمسرای قلعه اختیارالدین تا این قسمت‌هایی که بین سال‌های 2006 یا سال‌های 1386 کار شده، اینا همگی کارهایی که بر اساس مستندات قدیمی به وقوع پیوسته و دوباره بازسازی شده. در داخل حرمسرای قلعه اختیارالدین ما چندین ساختمان می‌بینیم. بافت ساختمان حرمسرا در دو سمته، یعنی در هم در سمت شمال و هم در سمت جنوب. حرمسرا جای بود و باش حاکم شهر و دقیقاً در نظر و مستندات و کتاب تاریخ و روایت‌هایی که وجود داره، این قسمت از ارگ هرات در 3 منزل بوده. 2 منزل از این وجود داره و 1 منزل از این که منظرگاه بوده بنا به ملحوظاتی که وجود داشته ناساز باقی مانده. ما در داخل جای آمدیم که هنوز شواهد و آثار قدیمی از قرن 19 میلادی وجود داره. اتاق خواب حاکم، جایی که حاکم در اینجا استراحت میکرده همراه با خانم خوب، نقاشی هایی که در دیوارهای از این اتاق باقی مانده و مشاهده هم میشه، اینا نقاشی های همه مربوط میشه به قرن 19 میلادی، به زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان. این اتاق در او عصر زمان نقاشی شده بوده و طوری که در تصویر هم شما میبینید همگی تاقها منظرهای از گل و برگ و طبیعت نشان میده و نظر به این که در قرن 19 میلادی در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان کشیدن تصاویر و این چیزهای کمک من بوده، به این اساس همگی گل و برگ طبیعی نقاشی شده بوده. و در بین سالهای 1332 این قسمت از حرمسرا، زمان که آیت الله خان فرقمش یکی از قماندانان نظامی بعد از حکومت عبدالله خان ملکیار در هرات تعیین میشه، حرمسرای ارگر ویران میکنه و دقیقا در تصویر هم شما میبینید تا قسمت هایی که گچ شده بوده و بعد اینا کارهایی که در سالهای 1386 دوباره نوسازی شده و تا این قسمت ها ای ارگ و این قسمت از حرمسرا ویران میشه. و ای با آن هم که دوباره بازسازی شده، خب شواهد تاریخی نگه داشتن تا برای بازدید کننده ها و توریست ها و کسایی که در این عرصه تحقیق میکنن نشان بدن که حرمسرای قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات ویرانه بوده و دوباره سر از نوی بازسازی کرده بودن. دوستا بادهای 120 روزه هرات هم همگی ما شما آشناییم با اونا که هرات از جمله شهرهای معروفی میدانند که بادهای 120 از روی شهرت جهانی داره. در سمت شمال در ای اتاق یک پنجره وجود داره که ای پنجره خب بیشتر هوا را به داخل اتاق خواب میداده و در فصل گرما به مثابه یک کولر بادی از این میتونست استفاده کنه، چقدر حاکم دقیقا آسوده طلب بوده. و جایی که در داخل اتاق خواب امروز با تکنولوژی های مدرن و پیشرفته که کردیم در عرصه معماری، حال در داخل اتاق خواب حمام میسازن، ولی در عصر قدیم در داخل اتاق خواب حاکم هرات یا همو ارگ میبینین که در اینجا حمام بوده و تب بوده که کلن در اینجا آب می شده و حاکم از این حمام استفاده می کرده. و این حمام یکی از جاهای مشهور و زیبای ارگ هراته، جایی که معماری و نما و همچنین تزیناتی که در این به کار رفته همگی
سبک نقاشی های زمان قرن 19 زمان حکومت امیر عبدالرحمن خانه که در دیوارهای از زیبا کار رفته و طب و وانی که در اینجا وجود داره حکایت از این میکنه که چقدر در او عصر و زمان حاکمان آزاد طلب بودن و برای زندگی زیبا و آسوده چقدر تجهیزات و آسودگی فراهم کرده بودن برای خود خود. با آن هم این قسمت بازسازی شده، یعنی دقیقا در سالای 1386 زمانی که ارگ هرات بازسازی میکنند این قسمت از طاق حمام حرمسرا ویران شد و این به نام حمام دختر شاه هم نزد مردم عوام مشهور و شهرت داره. نقاشی ها و تزیینات دیوار از این عین تزیینات و نقاشی های اتاق خوابه با اندک تفاوتی که در اینجا وجود داره. خب متاسفانه یک دست کساد که به داخل و برای بازدید از حرمسرا و حمام حرمسرا میان یادگاری های در دیوارهای قلعه تاریخی اختیاردین یا همین خود بنای اصلی حرمسرا میمانند که این دقیقا کار ناپسندیه که امیدوارم دوستایی که برنامه میراث خراسان تماشا میکنن از نوشتن یادگاری ها در دیوارهای بنای تاریخی خودداری کنند. راه و زینه های دیگه وصل میکنه ما رو به منزل دوم حرمسرا و دقیقا از مسیری که به نشیمن عمومی حرمسرا میدیم در اینجا تاق وجود داره و همچنین آتشخانه قدیمی که این قسمت از آتشخانه هنوز که هنوز دیگ چودنی قدیم در اینجا میبینین و تاق قدیمی و این قسمت جایی بوده که زمان که آتش میکردن و میتونستن حمام قسمت بالا حمام عمومی گرم کنند و همچنین خود اتاق هم از اینجا گرم میشده و قسمتی که تاق قدیمی هنوز وجود داره دیده میشه و همچنین جایی که دیگه چودنی هم از سقف خود آتشخانه کار شده بوده او هم هنوز قابل دیدن و رؤیته. این قسمت قسمت قدیمی حرمسرا بوده که خوشبختانه در طول دوران تاریخ و ایران نشده بوده و هنوز هم که هنوز قابل رؤیت دیده شده و میتونه که در تصویر هم میبینیم هیچ گونه ترمیمی هم در اینجا نشده. از اینجا زینه های مارپیچی که طبق اول به طبق دوم حرمسرا وصل میکنه و دقیقا جایی بوده که حاکمان طول دوران تاریخ هرات این قسمت از حرمسرا که منزل دومه برای بودوباش فامیل و کل اعضای خانواده استفاده میکنن. اتاقهایی که هنوز سینگل و تزیینات گچی از اینا معلومه، اما در زمانهای سابق قسمتهای از اینا نقاشی داشته که هنوز هم شواهد وجود داره. این قسمت دومی حرمسرا یعنی طبق دوم حرمسرا و نشیمن عمومی حاکم بوده. با هم دیگر قسمت هایی میبینیم در قسمت منزل دومی حرمسرا جایی که معمولا ساختار معماری از این متفاوت تر بوده و در تصویر هم میبینیم که پیشتر به شکل دهلیز کلانی بوده که معمولا در اینجا
همراه با فامیل خود حاکم شهر زندگی میکرده. نشیمن عمومی و پنجره های ارسیداره که بیشتر نور هدایت میکنه به داخل خود عزی دلیز و سبک پنجره سازی قدیم هم دوباره در این بنا پس سر از نو شده. طوری که در میبینین اینا ارسی های قدیمیه، پنجره های قدیمی که به شکل پله پله باز میشده و نمای حرمسرار از این قسمت بهتر میتونستن فامیل شاه ببینن. و کل ساختار معماری قسمت دو ستون پایه و دو کمان و همچنین دو گنبد خشتی تشکیل میده که به شکل دو دهلیزه و سه پنجره که به صحن خود حرمسرا باز میشده. و در قسمت دومی یعنی اتاق دومی طبق دوم حرمسرا در اینجا شواهد تاریخی زیاد شما میده، از جمله حمام عمومی خود حرمسرا. این قسمت جایی بوده که اعضای فامیل حاکم شهر یعنی فرزندان اینا میتونستن از این حمام استفاده کنن، حمام عمومی بوده. و جالبتری که در اینجا در داخل خود طبق دوم ما دو شومینن میبینیم. در عصر قدیم هم سبک زندگی متفاوت‌تر بوده و هنوز شواهد تاریخی در اینجا دیده میشه که در اینجا شومینه وجود داشته که در فصل زمستان اینجا آتش روشن میکردن تا فضای اتاق و فضای از این دهلیز طبق دوم حرمسرا گرم بشه. در اینجا باز هم حمام عمومی خود حرمسرا میبینیم که در طبق دوم ساخته شده و موارد استفاده هم نظر مستندات تاریخی این حمام عمومی حاکمان شهر بوده، یعنی میتونستن کل اعضای فامیل از این حمام استفاده کنن. در پیزارهای خود از این حمام شما یک نوع مواد قدیمی میبینین که بیشتر در حوض انبارا و حمامای قدیمی از این مواد استفاده میشده که به نام ساروج یاد میکردن. جایگزین از او در امروز قیرگونیه که این موادی بوده که جلوگیری میکرده از ایجاد نم و رطوبت در پایه‌های اصلی بنا. و تزیینات بالایی هم میبینید صرفا خاکگچه و هیچ گونه تزیینات نداره. و در گوشه از این حمام در اینجا دروازه دریچه وجود داره که پرخواب حمام میگن، اصطلاح عامیانه. در اینجا همون تشت حمامه که آب در اینجا گرم میشده و از این میتونستن آب رو بردارن و استفاده کنن. در پایین هم سوراخی وجود داره که میتونستن در زمانهای قدیم این سوراخ رو باز کنن که یا کف حمام رو بشورن یا از این که از این آب بتونن موارد استفاده، از این که وقتی که از پرخواب برداشته نمیشه از این هم میتونستن داخل از این پرخواب پاک کنن. این حمام عمومی بوده، کافی و سنگ فرشه. و چون معمولا در زمانهای سابق زیر از در تصویر هم شما دیدیم که آتشخانه وجود داره و حرارتی که از زیر باعث گرم شدن از این حمام میشده و سنگ همون گرمار بهتر میتونست جذب کنه. سنگ مرمر قدیمی در کف از این حمام حرمسرا هنوز که هنوز وجود داره. این قسمت قدیمی بوده که از زمانهای قدیم تا به امروز باقی مانده، یعنی سقف از این سقف قدیمیه و هیچ گونه در طول دوران تاریخ این قسمت از حرمسرا و ایران نشده بوده. صرفا ترمیمات جزئی در بین سالهای 1366 در این قسمت از حرمسرا صورت گرفته. سمت جنوب حرمسرا دقیقاً اتاقای کوچک قرار داره و در دو منزل ساخته شده. نظر به شواهد و
مستنداتی که دیده میشه این اتاق ها مربوط بوده به ندیمه ها و خدمتگزاران حرمسرا. نظر به منزلتی که خدمتگزاران نزد حاکم داشتن در دو منزل ساخته شده بوده و منزل پایینی کسایی که خادمین بودند که صرفا پاکاری خود حرمسرا را به عهده داشتن در اینجا بود و باش داشتن، در اینجا استراحت میکردن و این دو اتاق فاقد تزیینات گچی بوده، هیچ گونه تزیینات نداره و صرفا حاکم خود خدمه ها و ندیمه ها در اینجا زندگی. در منزل دوم این قسمت از حرمسرا اتاقای با پنجره های ارسی داره که یک درجه کسایی که به خود حاکم نزدیکتر بودن و ندیمایی که مورد الفت و مهربانی حاکم بودن در اون منزل زندگی میکنن. کور هم با هم دیگر میبینیم. در ساختمان های سمت جنوب حرمسرا دو منزل ساخته شده، پلایی که ما هدایت میکنه به منزل دوم و از نگاه ساختمان سازی هم این قسمت از اتاقای سمت جنوب یک کم مرتفع تر ساخته شده با پوشش بلندتر و همچنین در اینجا ندیمه هایی بودند که مدیریت کل مجموعه و سر حرمسرا داشتن. پنجره ای که در این قسمت شما در داخل منزل دوم سمت جنوب حرمسرا میبینید، پنجره که به سبک پنجره های قدیمی و همون شکل سابقه ساخته شده بوده و صرفا نشان میده برای ما که در اینجا مدیریت ندیمه های بخش حرمسرا کسایی که در این اتاق زندگی میکردن با عهده داشتن. این بود معرفی حرمسرای ارگ هرات. تا معرفی قسمت‌های دیگری از قلعه تاریخی اختیارالدین، خداوند یار و نگهدارشون.